We'll commence our meeting in a word of prayer through Brother Davood. خب جلسه‌مون رو با دعای شروع آغاز می‌کنیم که برادر داوود دعا رو برامون می‌خونه. بله، سلام به همه عزیزان، صبح همه بخیر. Hello all dears and good morning. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. Our lovely Father in heaven, holy is your name. از درخواست میکنیم امروز در کلیسای ما حضور داشته باشید تا ما پیام عشق و پیام امید رو دریافت کنیم. We ask you to be with us in our ecclesia today so we can receive the message of hope and love. لطفاً در طول هفته مراقب ما باش که ما از روی آگاهی و کتاب مقدس عمل کنیم. Please look after us and be with us during coming week so we can follow our lives with your book Bible. لطفاً به ما کمک کن، مهربان و ما محبت با خود، خانواده خود و اطرافیان خود برخورد کنیم. Please help us to behave with our family and friends with love and mercy. و طبق روال همیشه تمام این دعا رو در نام تنها پسر یگانه عیسی ناصری می‌خوایم. As always, we offer our prayers through your only son's name, Jesus. پادشاه آینده، آمین. The future king, amen. Thank you so much, Davood. We're going to take from the daily readings, Exodus chapter 10. خب از برادر داوود ممنونیم و روحانی اولمون رو داریم که خروج باب 10 هستش. And Brother Ali is going to read that for us. و من براتون میخونمش. خروج باب 10 صفحه 86. آنگاه خداوند به موسی گفت نزد فرعون برو زیرا دل او و خادمانش را سخت کردم تا این آیات را در میانشان به ظهور آورم. تا برای فرزندان و نوادگانتان بازگویید که چه بلاهایی بر سر مصریان آوردم و چگونه آیات خود را در میانشان ظاهر ساختم و تا بدانید که من خداوند هستم. پس موسی و هارون نزد فرعون رفتند و به او گفتند یهوه خدای عبرانیان چنین می‌فرماید تا به کی از سر فرود آوردن در برابر من ابا خواهی کرد؟ قوم مرا رها کن تا مرا عبادت کنند، زیرا اگر از رها کردن آنها ابا کنی بدان که فردا ملخ بر سرزمینت خواهم آورد. ملخ ها چنان روی زمین را خواهند پوشانید که زمین دیده نخواهد شد. هر آنچه را که از تگرگ باقی مانده است ملخ ها خواهند خورد، از جمله همه درختانی را که در صحرا برای شما می روید. خانه های تو و همه خادمانت و خانه های همه مصریان چنان از ملخ پر خواهد شد که پدران شما و پدران پدرانتان از زمانی که در این سرزمین به سر بردند تا به امروز هرگز مانند آن را ندیدند. سپس موسی روی برگردانید و از نزد فرعون برفت. خادمان فرعون به او گفتند تا به کی این مرد برای ما دام خواهد بود؟ این قوم را رها کن تا یهوه خدای خود را عبادت کنند، مگر هنوز در نیافته که مصر ویران شده است. پس موسی و هارون را نزد فرعون باز آوردند و او به دیشان گفت بروید و یهوه خدایتان را عبادت کنید. اما چه کسانی خواهند رفت؟ موسی پاسخ داد ما با همه جوانان و پیرانمان، با پسران و دخترانمان و با گله ها و رمه هایمان خواهیم رفت، زیرا که ما را عیدی برای خداوند است. فرعون پاسخ داد خداوند با شما باشد اگر به راستی رهایتان کنم، آن هم با کودکانتان. آشکار است که شما قصد بدی دارید، نه فقط مردان بروند و خداوند را عبادت کنند، زیرا همین بود آنچه می‌خواستید. سپس موسی و هارون را از حضور فرعون بیرون راندند. پس خداوند به موسی گفت دستت را بر مصر دراز کن تا ملخ‌ها بر این سرزمین هجوم آورند و همه گیاهان زمین را، یعنی هر آنچه از تگرگ مانده است، فرو بلند. پس موسی عصای خود را بر سرزمین مصر دراز کرد و خداوند تمام آن روز و تمام آن شب بادی شرقی بر آن سرزمین وزانید و چون صبح شد باد ملخ‌ها را آورده بود. ملخ ها بر سرتاسر زمین مصر هجوم آوردند و در شمار بسیار در همه حدود آن سرزمین نشستند. چنین آفت عظیم ملخ پیش از آن نبوده و پس از آن نیز هرگز تکرار نخواهد شد. ملخ ها چنان روی زمین را پوشانند که سیاه شد و هر آنچه از بله تگرگ سالم مانده بود، از گیاهان زمین گرفته تا میوه درختان، همه را خوردند
به گونه که هیچ سبزی بر درخت یا گیاه صحرا در سرتاسر سرزمین مصر باقی نماند. فرعون شتابان موسی و هارون را فرا خواند و گفت: من در حق شما و در حق یهوه خدای شما گناه کردم. اکنون تنها یک بار دیگر گناهانم را ببخشید و نزد یهوه خدایتان دعا کنید تا فقط این بلای مرگ را از من دور کند. پس موسی از نزد فرعون بیرون رفت و به درگاه خداوند دعا کرد. خداوند نیز باد را به باد غربی شدیدی تبدیل کرد و باد ملخها را برداشته به دریای سرخ ریخت و به گونه ای که دیگر حتی یک ملخ نیز در سرتاسر حدود مصر باقی نماند. اما خداوند دل فرعون را سخت کرد و او بنی اسرائیل را رها ننمود. آنگاه خداوند به موسی گفت: دست خود را به سوی آسمان دراز کن تا تاریکی بر سرتاسر مصر حکم فرما شود، تاریکی که در آن باید کورانه راه رفت. پس موسی دستش را به سوی آسمان دراز کرد و در تاریکی محض 3 روز تمام سرتاسر سرزمین مصر را فرا گرفت. تا 3 روز کسی کسی را نمیدید و هیچ کس نمی توانست از جای خود برخیزد، ولی برای همه بنی اسرائیل در مکان سکونتشان روشنایی بود. آنگاه فرعون موسی را فرا خواند و گفت: بروید خداوند را عبادت کنید، حتی زنان و فرزندانتان نیز با خود ببرید، تنها گله و رمه شما در مصر بماند. اما موسی گفت: باید اجازه دهی قربانی ها و هدایای تمام سوز داشته باشیم تا به یهوه خدایمان تقدیم کنیم. دامهایمان را نیز باید با خود ببریم، حتی یک سم نیز نباید اینجا بماند، زیرا باید از آنها برای پرستش یهوه خدایمان استفاده کنیم و تا به آنجا نرسیم نخواهیم دانست کدام یک را باید برای عبادت خداوند تقدیم کنیم. اما خداوند دل فرعون را سخت کرد و او حاضر نبود آنها را رها کند. فرعون به موسی گفت: از برابر چشمان زیر هرگز روی تو را نخواهم دید. آمین. Thank you, Ali. And Brother Payam will read Romans 15 and 16. از برادر پیام میخوام که رومیان باب 15 و 16 رو بخونن. صفحه 1477. ما که قوی هستیم باید ناتوانی های ضعیفان را متحمل شویم و در پی خوشنودی خیش نباشیم. هر یک از ما باید همسایه خود را خوشنود سازد در آنچه برای او نیکو باشد و باعث بنایش شود. زیرا مسیح نیز در پی خوشنودی خود نبود. چنان که نوشته شده است: توهین‌های اهانت کنندگان تو بر من فرو افتاده. زیرا آنچه در گذشته و در گذشته نوشته شده است برای تعلیم ما بوده، تا با پایداری و آن دلگرمی که کتب مقدس می‌بخشد امید داشته باشیم. اینک خدای بخشنده پایداری و دلگرمی به شما عطا کند که در انطباق با مسیح عیسی با یکدیگر همفکر باشید، تا یک دل و یک زبان خدا یعنی پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید کنید. پس همان گونه که مسیح شما را پذیرفت، شما نیز یکدیگر را بپذیرید تا خدا جلال یابد. زیرا به شما میگویم که مسیح برای نشان دادن امانت خدا خدمتگزار یهودیان شد، تا بر وعده هایی که به پدران داده شده بود مهر تایید زند و تا قوم های غیر یهود خدا را به سبب رحمتش تمجید کنند. چنان که نوشته شده است: از این رو تو را در میان قوم ها اقرار خواهم کرد و در وصف نام تو خواهم سرایید. باز میگوید: ای قوم ها، با قوم او شادمان باشید. و نیز میگوید: این همه قوم ها خداوند را بستایید، باشد که تمامی ملت ها تمجیدش کنند. و اشعیا نیز میگوید: ریشه یسوع پدیدار خواهد شد، هم او که برای حکمرانی بر قوم ها برخواهد خواست، به اوست که قوم ها امید خواهند بست. اینک خدای امید شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان آکنده سازد، تا با قدرت روح القدس سرشار از امید باشید. خدمت پولس در میان غیر یهودیان. ای برادران، من خود این اطمینان را دارم که شما خود از نیکویی مملو و از معرفت کامل برخوردارید و به پند گفتن به یکدیگر نیز توانایید. با وجود این جسارت کرده در باب موضوعاتی چند به شما نوشتم تا آنها را یادآورتان گردم، زیرا خدا این فیض را
به من بخشیده است که خدمتگزار مسیح عیسی برای غیر یهودیان باشم و خدمت کهانت اعلام انجیل خدا را به انجام رسانم تا غیر یهودیان هدیه مقبول به درگاه خدا باشند که توسط روح القدس تقدیس شده است. پس در مسیح عیسی به خدمت خود به خدا افتخار می کنم، زیرا به خود اجازه نمی دهم از چیزی سخن بگویم جز آنچه مسیح برای اطاعت غیر یهودیان از طریق من به انجام رسانیده است، چه به وسیله سخنان و چه از طریق کارهایم. او این را به نیروی آیات و معجزات، یعنی به نیروی روح خدا انجام داده است، آنگونه که از اورشلیم تا ایلریکوم دور زده به انجیل مسیح به کمال بشارت دادم. آرزویم همواره این بوده است که در جایی بشارت دهم که مسیح شناخته نشده، تا بر بنیادی که دیگری نهاده است بنا نگذاشته باشم، بلکه چنان که نوشته شده است، آنان که از او بیخبر بودند خواهند دید و کسانی که نشنیده بودند درک خواهند کرد. به همین سبب بارها از آمدن نزد شما بازداشته شدم. برنامه پولس برای دیدار از روم. اما اکنون که در این مناطق دیگر جایی برای کار من باقی نمانده و از آنجا که سالهاست مشتاق آمدن نزد شما هستم، امید دارم سر راه هم به اسپانیا به دیدار شما بیایم، تا پس از آنکه چندی از مصاحبت شما بهره مند شدم، مرا در سفر به آنجا یاری دهید. در حال حاضر آهنگ اورشلیم دارم تا مقدسین را در آنجا خدمت کنم، زیرا کلیساهای مقدونیه و اخائیه را پسند آمد که بر تنگ دستان مقدسین اورشلیم کمک مالی بفرستند. آنها خود که به انجام این کار رغبت داشتند و در واقع مدیون آن نیز بودند، زیرا اگر غیر یهودیان در برکات روحانی یهودیان شریک شدند، آنها نیز به نوبه خود در این دین نه دین را به یهودیان دارند که با دارایی مادی خود ایشان را خدمت کنند. بنابراین چون این کار را به انجام رسانم و مطمئن شدم که آنان این ثمره را دریافت کردند، با گذر از نزد شما رهسپار اسپانیا خواهم شد. میدانم که وقتی نزد شما بیایم با برکات کامل مسیح خواهم آمد. ای برادران، به خاطر خداوند ما عیسی مسیح و محبت روح از شما استدعا دارم که برای من به درگاه خدا دعا کنید و با این کار در مجاهده من شریک باشید. دعا کنید که گزند بی ایمانان یهودیه جان سالم به در برم و در خدمتم در اورشلیم نزد مقدسین آنجا پذیرفته آید. آنگاه به خواست خدا می توانم با شادی نزد شما بیایم تا در کنار شما تجدید قوا کنم. خدای صلح و سلامت همراه همیشه شما باشد. آمین. سلام و درود. خواهرمان فیبی را به شما معرفی می‌کنم. او در خادمان کلیسای شهر کنخوریه است. او را در خداوند آن گونه که شایسته مقدسین است بپذیرید و از هیچ کمکی از شما بخواهد دریغ مورزید، زیرا او بسیاری از جمله خود من کمک فراوان کرده است. به پریسکیلا و آکیلا همکاران من در مسیح عیسی سلام برسانید. آنان جان خود را به خاطر من به خطر انداختن و نه تنها من، بلکه همه کلیسای غیر یهودیان از آنان سپاسگزارم. همچنین به کلیسایی که در خانه آنها برپا شود می شود درود برسانید. به دوست عزیزم اپینتوس سلام برسانید که نوبر کسانی است که در آسیا به مسیح گرویدند. مریم را که برای شما زحمت بسیار کشید سلام بگویید. به خویشاوندان من آندرو نیکوس و یونیاس که با من در زندان بودند سلام برسانید. آنان در میان رسولان از چهره های برجستند که پیش من در مسیح بودند. به آمپلیاتوس که او را در خداوند دوست می‌دارم سلام برسانید. به همکارمان در مسیح اوربانوس و دوست عزیزم استاخیس سلام برسانید. به آپلیس که امتحان خود را در مسیح پس داده سلام برسانید. به افراد خاندان آریستوبولوس سلام بگویید. به خیش من هیرودیون و نیز به آن اعضای خاندان نارکیسوس که در خداوند هستن سلام برسانید. به توریفینا و
توریفوسا بانوانی که سخکوشانه در خداوند کار میکنن و نیز به دوست عزیزم پرسیس بانوی دیگری که در خداوند بسیار تلاش میکند سلام دهید. به روفوس که در خداوند برگزیده است و به مادر او که در حق من نیز مادری کرده سلام برسانید. به آسینکریتوس، فولگون، هرماس، پاتروباس و هرمس و برادران دیگری که با ایشان هستند سلام بگویید. سلام گویید. به فیلولوگوس، یولیا، نیریاس و خواهرش و به اولیمپاس و همه مقدسینی که همراه ایشان هستند سلام برسانید. یکدیگر را با بوسه مقدس سلام گویید. همه کلیساهای مسیح به شما درود می‌فرستند. ای برادران، می‌خواهم از شما استدعا کنم مراقب آن کسانی باشید که عامل جدایی‌اند و در راه شما مانع ایجاد می‌کنند و با تعلیمی که شما یافته‌اید مخالف می‌ورزند. از آنان دوری کنید، زیرا این گونه اشخاص خداوند ما مسیح را خدمت نمی‌کنند، بلکه در پی ارضای شکم خویشند و با سخنانی زیبا و تملق آمیز بر افکار ساده لوحان تأثیر گذاشته آنها را می فریبند. آوازه اطاعت شما در میان همگان پیچیده است، بنابراین از بابت شما بسیار شادمانم. اما از شما می خواهم در قبال آنچه نیکوس حکیم و در قبال آنچه بد است ساده باشید. خدای صلح و سلامت به زودی شیطان را زیر پاهای شما له خواهد کرد. فیض خداوند ما عیسی همراه شما باد. همکارم تیموتائوس به شما سلام میگوید. خویشاوندان من لوکیوس، یاسون و سوسیپاتروس نیز برای شما سلام میفرستد. من تریتیوس، کاتب این نامه در خداوند به شما سلام میگویم. گایوس که مهمان نوازی او شامل حال من و تمامی اعضای کلیسای اینجا شده است برای شما سلام میفرستد. اراستوس که خزانه‌دار شهر است و برادر ما کوارتورس برای شما سلام دارند. فیض خداوند ما عیسی مسیح بر همگی شما باد. آمین. اکنون او را که قادر است شما را مطابق با انجیل من و موعظه پیام عیسی مسیح استوار گرداند، یعنی مطابق با مکاشفه رازی که از ایام ازل مخفی داشته شده بود، اما اکنون بر مبنای نوشته های انبیا مشکوف گردیده و به حکم خدای سرمدی به جهت اطاعت ایمان به همه قوم ها شناسانیده شده است. هم او را که یگانه خدای حکیم است به واسطه عیسی مسیح تا به ابد جلال آباد. آمین. Thank you very much, Pam. It's now time for the word of exhortation, so I'll call upon our brother Paul to give that to us. از برادر پیام ممنونیم و از برادر پول میخوایم که صحبت امروزشون رو برای ما انجام بدن. Good morning everyone, it's good to be with you. صبح همگی بخیر، خیلی خوشحال هستم که با شما هستم. If you've been reading your Bible every day and using the Bible companion for your reading, during the last week you've been reading through the Apostle Paul's letter to the Romans. خب اگر که ما کتاب مقدسمون رو پیوسته در حال خوندن باشیم، باید به قسمت پولس رسیده باشیم که توی اعمال رسولان هست به سمت رومیان. We have just read together the last two chapters of that letter. خب از اون نامه ما دو تا باب رو خوندیم. So what important lessons have we or should we have learned as we have read through this epistle? خب چه درسای مهمی رو ما باید ازش فرا گرفته باشیم وقتی که این قسمت ها رو خوندیم؟ We would like to try to summarize two or three of those important lessons for our exhortation today. خب برای صحبت امروز ما می‌خوایم دو تا یا سه تا از اون درس های مهمش رو خلاصه بکنیم و با هم دیگه مرور کنیم. The first important point that the Apostle Paul brings out in the early part of the letter is that we are all sinners in God's eyes and fall short of his glory. خب چیزی که پولس سعی داره به ما بگه توی اول نامش اینه که ما هممون گناهکار هستیم و از شکوه خداوند برآمدیم.
He tells us this in Romans chapter 3. And if you would read verse 9 and verse 23, please. و اینو به ما توی رومیان باب 9 آیه 23 میگه. من براتون میخونم. تا بتواند عظمت جلال خود را بر ظروف مورد رحمت معلوم گرداند، ظروفی که آنها را پیشاپیش برای جلال آماده کرده است. آمین. We will all be judged by God on our behavior and our way of life. And it doesn't matter what nationality or religion we have. خب خداوند ما رو قضاوت میکنه از رفتار ما و اون نوع زندگی که ما داریم. Because we've all sinned and we all earn the punishment of death. And we read this in Romans chapter 6 and verse 23. به خاطر اینکه ما هممون گناه کردیم و هممون لایق مجازات هستیم که ما اونو توی رومیان باب 6 آیه 23 میخونیم. So if you'd read Romans 6:23, please. زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیسی است. ای برادران، آیا نمی‌دانید زیرا با کسانی سخن می‌گویم که از شریعت آگاهند که شریعت تنها زمانی برای انسان حکم می‌راند که انسان زنده است. آمین. The Apostle Paul goes on to show how we can change the way God looks on us in that day of judgment. خب برادر پولس سعی کرد که این رو به ما نشون بده که ما چجوری میتونیم که نگاه خداوند رو به خودمون تغییر بدیم اون روزی که خداوند ما رو قضاوت میکنه. And that is through our faith. که این از طریق ایمان ما اتفاق میفته. We can be justified and counted as righteous through our faith. ما میشه که ما رو قضاوت بکنن و ما لایق باشیم فقط از طریق ایمانمون. If we turn to chapter 4 of Romans, Paul uses the example of Abraham and his faith in God to show how justification by faith works. اگر که بیایم به رومیان باب 4 میتونیم ببینیم که یک داستانی از ابراهیم رو داریم که چجوری به واسطه اعتقادش پارسا شمرده شد و خداوند را قضاوت کرد. The Apostle Paul takes us back to Genesis chapter 15, where God tells Abraham, who was now an old man, that he would have descendants so great in number that he would not be able to count them. یا حتی میتونیم به پیدایش بریم باب 15 که خداوند وعده میده به ابراهیم که یک مرد پیری بوده که نسلت آنقدر زیاد خواهد شد که نتونی اونا رو بشماری. Even though at that point he had no children, he believed what God said. حتی اون موقع یک فرزند هم نداشتش، هیچ بچه‌ای نداشت و فقط ایمان داشت به اون حرفی که خداوند بهش زد. We are told that because of Abraham's absolute trust in God, that whatever God promised him, God would fulfill, that God counted his faith for righteousness. و همانطور که به ما گفته شده به خاطر اعتماد و ایمان کاملی که ابراهیم به خداوند داشتش خداوند او را پارسا شمرد و رستگار شد و تمام اون اتفاق خواهد افتاد. Counting his faith for righteousness meant that God would overlook his sins and any faults that he had. و اینکه پارسا شمرده بشه و رستگار شمرده بشه به این برمیگرده که خداوند از تمام گناهانش که انجام داده اونا رو دیگه نبینه. That in turn meant that he will escape God's punishment in the day of judgment. و این به این معنی که توی روز قضاوت دیگه ادب نمیشه و مجازات نمیشه. If we look at the end of Romans chapter 4, Paul tells us that this was written in Genesis, that Abraham's faith was counted as righteousness, so that it would be an encouragement to us in our faith.
اگر که به رومیان باب 4 نگاه بکنیم، نوشته شده که توی پیدایش دقیقا نوشته که این اتفاق برای ابراهیم افتاد و او پارسا و رستگار شمرده شد و این یک مثال و الگویی هست برای ما که ما هم همین کار رو بتونیم انجام بدیم. If we read Romans 4, verse 23 to 25. رومیان رو میخونم باب 4 آیه 23 تا 25. و این عبارت برای او شمرده شد تنها در حق او نوشته نشد، بلکه در حق ما نیز تا برای ما نیز شمرده شود. ما که ایمان داریم به او که خداوندمان عیسی را از مردگان برخیزانید. او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و به جهت پارسا شمرده شدن ما از مردگان برخیزانیده شد. آمین. Abraham was expected to have faith in God's promise that he would have many descendants. ابراهیم ایمان داشت به حرف خداوند که خداوند به او وعده داد نسلش بیشتر خواهد شد و نسل بیکرانی خواهد داشت. We are expected to have faith in the death and the resurrection of Jesus Christ. و از ما انتظار میره که ما توی مرگ و رستاخیز عیسی مسیح ایمان و اعتقاد داشته باشیم. It is through his death and resurrection that we can be forgiven of our sins and be counted as righteous. و فقط از طریق مرگ و رستاخیز عیسی مسیح و ایمان به اون هستش که ما میتونیم پارسا شمرده بشیم و از گناهانمون چشم پوشیده بشه. Abraham's faith was shown in the way he had absolute trust in God, that God would do whatever he promised, no matter how unlikely it might seem. و خداوند وعده به ابراهیم داد که هر کاری که وعده بهش داده انجام خواهد شد، هر چقدر هم که غیر ممکن به نظر برسه، و فقط به خاطر اینکه ابراهیم اعتماد و ایمان کامل به خداوند داشت. We also must have the same sort of faith. ما هم دقیقا همون نوع و نمونه ایمان رو باید به خداوند داشته باشیم. To have absolute trust in God as Abraham did. که ایمان و اعتقاد کامل بی نظیر به خداوند داشته باشیم همون جور که ابراهیم به خداوند داشت. The question is, do we have that sort of faith? و سوالی که بعد از خودم بپرسیم اینه که آیا ما همون نمونه ایمان و اعتقاد به خداوند داریم؟ We must have a firm belief that God will keep his promise to forgive our sins through the sacrifice of Jesus Christ. و ما باید این ایمان و اعتقاد رو داشته باشیم که خداوند گناهانمان رو میبخشه و چشم میپوشونه ازشون از طریق اینکه پسر خودش رو برای ما قربانی کرد. Romans chapter 4, verses 13 and 16 are important for us here today. رومیان باب 4 آیه 13 تا 16 برای ما خیلی مهم هستن امروز. If you'd read verse 13 and verse 16 of chapter 4, please. از راه شریعت نبود که به ابراهیم و نسل او وعده داده شد که وارث جهان خواهند شد، بلکه از راه آن پارسایی که بر پایه ایمان است. زیرا اگر آنان که به نظام شریعت تعلق دارند وارث باشند، ایمان بی‌ارزش می شود و وعده باطل. زیرا شریعت به غضب می انجامد، اما جایی که شریعت نیست تجاوز از شریعت هم نیست. از همین رو وعده بر ایمان مبتنی است تا بر پایه فیض باشد و تحقق آن بر تمامی نسل ابراهیم تضمین شود، یعنی نه تنها برای آنان که به نظام شریعت تعلق دارند، بلکه برای کسانی که نیز پیرو ایمان ابراهیمند که پدر همه ماست. آمین. The Apostle Paul is telling us that the promises to Abraham don't just apply to the Jews, those under the law, who are his natural descendants. خب پولس رسول سعی کرد که به ما بگه که این قوانین نه تنها به اون کسایی برمیگرده که طبق شریعت زندگی میکنن، بلکه به همه برمیگرده. Promises are to all those who have faith in God's promises, just as Abraham had. و این وعده به همه برمیگرده، به همه اونهایی که به خداوند ایمان داشته باشن و اعتماد کنن. Notice in the verses we just read, Abraham is described as the father of us all.
همانطور که ما این آیه رو خوندیم، ابراهیم آنطور توصیف شده که پدر نسل خودش هست. The Apostle Paul explains what this means in his letter to the Galatians in chapter 3. و همینطور به ما توضیح داده شده توی غلاطیان باب 3. If you could go to Galatians chapter 3 and read for us chapters verses 6 to 9, please. و من غلاطیان باب 3 آیه 6 تا 9 رو براتون میخونم. چنان که ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شمرده شد، پس میبینید کسانی که فرزند ابراهیمن که به ایمان تکیه دارند و کتاب چون پیشتر دید که خدا غیر یهودیان را بر پای ایمان پارسا خواهد شمرد، از این رو پیشاپیش به ابراهیم بشارت داد که همه قوم ها به واسطه تو برکت خواهند یافت. آمین. Notice in those verses how Paul says that the true sons of Abraham are those who have faith. همینطور که این آیه ها به ما گفتند، دقیقاً این وعده ها به کسانی داده شده که ایمان دارند. So would you read verses 26 to 29 now, please? آیه 26 تا 29 میخونم. زیرا در مسیح عیسی شما همه به واسطه ایمان پسران خدایید، چرا که همگی شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر کردید. دیگر نه یهودی معنی دارد، نه یونانی، نه غلام، نه آزاد، نه مرد، نه زن، زیرا شما همگی در مسیح عیسی یکی هستید. و حال اگر شما از آن مسیح هستید، پس نسل ابراهیمید و بنابر وعده وارثان نیز هستید. آمین. Notice, so it doesn't matter there what nationality we are, it's our faith in Jesus Christ that counts. خب دقیقا همانطور که گفته شده، مهم نیستش که حتی ما چه ملیتی داشته باشیم، فقط از طریق اون ایمان و اعتقاد ما به مسیح هستش که رو ما حساب باز میکنن و ما شمرده میشیم. If we have faith as strong as Abraham's faith was, then God will count us as one of Abraham's family. اگر اعتقاد و ایمان ما به همون قدری باشه که ابراهیم داشت، روی ما حساب وارثان ابراهیم رو باز میکنن. And if part of Abraham's family, then we can share in the promises that God made to him. پس بنابراین ترتیب ما از نسل ابراهیمیم، از خانواده ابراهیمیم، پس وارث حساب میشیم و همون حسابی رو که رو اونا باز کردن رو ما هم باز میکنن. It's not because of any abilities or any characteristics that we had that God chooses to offer us this chance of being counted as righteous. این به خاطر نیستش که ما توانایی خاصی داریم یا شخصیت خاصی داریم یا کس خاصی هستیم که خداوند این شرایط رو به ما داده که ما بتونیم به واسطش وارث باشیم و از خانواده ابراهیم حساب بشیم. Back in Romans chapter 5, in verses 6 to 11, Paul explains that it was while we were still sinners and therefore enemies of God that he sent his son to die for us. همانطور که توی رومیان گفته شده باب 5 آیه 6 تا 11 که ما گناهکار بودیم و این به خاطر آمرزیدن گناهان ما بود که خداوند فرزند خودش را فرستاد. So it's through the love and the grace of God that we can be saved and we can have the hope of the forgiveness of our sins. و فقط از این طریق هستش که ما میتونیم گناهانمون بخشیده بشه و عشق و امید داشته باشیم. But does that mean we can do what we like, that we can carry on committing sins so that God can continue to show us his grace to forgive us? آیا این به این معنیه که خب خداوند همین جوری روی خوش به ما نشون میده، فیض و رحمتش رو نشون میده، گناهان ما رو میبخشه و ما همینطوری میتونیم هر کار دلمون بخواد بکنیم و پشت سر هم گناه کنیم؟ No, it doesn't. Paul explains this in Romans chapter 6. ولی خب اینجوری نیستش، چون که پولس رسول توی رومیان باب 6 راجبش توضیح داده. And if you'd read, please, Romans chapter 6 and the first three verses. من رومیان باب 6 رو میخونم، سه آیه اول. پس چه گوییم؟ آیا به گناه کردن ادامه دهیم تا فیض افزون شود؟
هرگز ما که نسبت به گناه مردیم چگونه می توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ آیا نمی دانید همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در مرگ او تعمید یافتیم؟ آمین. So at our baptism, we should have put away our old way of life to try to live the sort of life that God wants from us. هنگامی که ما تعمید گرفتیم روش زندگی کردن قبلیمون رو کنار گذاشتیم و اومدیم یک روش جدید رو برای زندگی کردن آغاز کردیم، اون روشی که خداوند از ما خواست. So he tells us that this again in verses 11 to 13 of chapter 6, if you'd read that, please. باب 6 آیه 11 تا 13. به همین سان شما نیز خود را نسبت به گناه مرده انگارید، اما در مسیح عیسی نسبت به خدا زنده. پس مگذارید گناه در بدنهای فانی شما فرمان براند تا امیال آن را اطاعت کنید. اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند، بلکه همچون کسانی که از مرگ به زندگانی بازگشتند خود را تسلیم خدا کنید و اعضای بدن خود را به او بسپارید تا ابزار پارسایی باشند. آمین. So our way of life after our baptism does matter. پس اون روش زندگی ما بعد از اینکه ما تعمید گرفتیم اهمیت داره. Again, in chapter 8, he makes this very clear. So if we read Romans chapter 8 in the first two verses, please. و همینطور که توی رومیان باب 8 دعای اول راجبش صحبت کرده. پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست، زیرا در مسیح عیسی قانون روح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد. آمین. And verses 12 و آیه 12 تا 14. پس ای برادران، ما مدیونیم اما نه به نفس تا بر طبق آن زندگی کنیم، زیرا اگر بر طبق نفس زندگی کنیم خواهید مرد، اما اگر به واسطه روح اعمال گناه آلود بدن رو بکشید خواهید زیست. آمین. So it talks there about being led by the Spirit of God. What must we do to be led by the Spirit of God? و از این صحبت کردن که توسط روح خدا ما هدایت بشیم و اینکه ما چیکار باید بکنیم که توسط روح خداوند هدایت بشیم. Jesus Christ said that all the laws that God has ever given to men to follow can be summed up in two commandments. خب عیسی گفته تمام چیزهایی که خدا از ما انتظار داره که انجام بدیم توی دو تا بحث خلاصه میشه. The first is that we should love the Lord our God with all our hearts and souls and mind. و اولش اینه که ما باید عاشق خداوند خود باشیم، با دل و روح و مغز و همه چیزی که داریم باید عاشق خداوند باشیم. The second is that we should love our neighbor as ourselves. و اون مسئله دوم اینه که باید به همسایه خودمون عشق بورزیم مثل خودمون. So if we're striving to do those two things, then we will automatically keep the other laws that God has given. اگر که این دو تا مسئله رو ما حواسمون بهش باشه و انجام بدیم، صورت اتوماتیک تمام انتظارهایی که خدا از ما داره، قانونهایی که هستش، همه اونا رو انجام دادیم. And Paul, towards the end of this letter to the Romans, reminds us of our need to love one another. و پولس رسول آخر این بخش رومیان گفته که ما باید یک به یک خودمون رو مثل خودمون عشق بورزیم و کمک کنیم. He tells us this in Romans chapter 13, and if you read verses 8 to 10, please. و توی رومیان باب 13 گفته شده آیه 8 تا 10. هیچ دینی به کسی نداشته باشید جز اینکه یکدیگر را پیوسته محبت کنید، زیرا هر که به دیگری محبت کند در واقع شریعت را به جا می آورد. زیرا احکام زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، طمع مورز و هر حکم دیگری که باشد همه در این کلام خلاصه می شود که همسایت را همچون خیشتن محبت کن. محبت به همسایه خود بدی نمی کند، پس محبت تحقق شریعت است.
Amen. And he continues this theme of loving one another in the chapter 15 that we've just read together. و اینکه به هم دیگر محبت بکنیم توی باب 15 هم راجع بهش صحبت کرده که ما قبلتر خوندیم. If you look at Romans 15 and if you read verses 1 to 3. و اگر که به رومیان باب 15 نگاه بکنیم آیه 1 تا 3. ما که قوی هستیم باید ناتوانی های ضعیفان را متحمل شویم و در پی خوشنودی خیش نباشیم. هر یک از ما باید همسایه خود را خوشنود سازد در آنچه برای او نیکو باشد و باعث بنایش شود. زیرا مسیح نیز در پی خوشنودی خود نبود، چنان که نوشته شده است توهین‌های اهانت کنندگان تو بر من فرو افتاده. آمین. So this is part of loving our neighbor, to be patient with others even when they're doing things that we feel aren't helpful. و این هم قسمتی از همون کارهایی که باید انجام بدیم که نسبت به همدیگه صبور باشیم و یکدیگر را محبت بکنیم حتی مواقعی که خب موجب حال بدی میشه. And it continues with this idea in verses 5 to 7. If you read that. و آیه 5 تا 7 هم میخونم. اینک خدای بخشنده پایداری و دلگرمی به شما عطا کند که در انطباق با مسیح عیسی با یکدیگر هم فکر باشید تا یک دل و یک زبان خدا یعنی پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید کنید. آمین. It tells us that God is patient with us despite our faults and failings. و گفته شده که خداوند همچنان با ما هست حتی شرایطی که ما در واقع نتونیم اون کار رو انجام بدیم. So we should therefore be patient with each other. پس بنابراین باید با یکدیگر صبورانه رفتار بکنیم. He tells us as well we should all have one mind. That is to develop the mind of Jesus Christ. و فقط ما باید یک ذهنیت فکری داشته باشیم و اون ذهنیت فقط عیسی مسیح است و به طرف او باید گام برداریم. So we have to ask ourselves to what extent do you and I have this love of our neighbor and have the mind of Christ? و این سوالی هستش که باید از خودمون بپرسیم که چقدر ما به عیسی فکر میکنیم و چقدر گام به سویش برمیداریم و چقدر یکدیگر و همسایه خود را محبت میکنیم. So these are some of the important lessons that we've seen as we read through this letter to the Romans. و این چیزهایی که ما توی رومیان خوندیم در واقع مسائلی بودش، مسائل مهمی بودش که امروز راجع بهش حرف زدیم. But the most important thing that Paul has taught us is that it is through the love of God in giving his only begotten son to die for our sins that we have a hope. و مهمترین اونها که پولس به ما گفته اینه که فقط از طریق عشق و محبت خدا این اتفاق میفته که خداوند تنها فرزندش رو فرستاد و اون رو فدا کرد که به ما رحمت و فیض ببخشه. It's faith in the sacrifice of Jesus and baptism into his death and resurrection that we can have our sins forgiven and at the judgment be counted as righteous and given eternal life. و فقط از طریق باور داشتن به قربانی شدن عیسی و تعمید گرفتن ما هستش که در واقع ما توی این شریک میشیم و در روز قضاوت از گناهان ما چشم پوشیده میشه و ما پارسا شمرده میشیم. And it's this that we remember now in the bread and in the wine. و همینطور که ما این واقعه رو توی مراسم نان و شراب خودمون به جا میانیم. We remember God's love and grace in giving his son to die for us. یاد داشته باشیم که خداوند ما رو عشق و محبت کرد، به ما فیض بخشید و تنها پسرش رو فرستاد و فدا کرد فقط به خاطر بخشیده شدن گناهان ما. We remember that it was while we were still sinners that Christ died for us. یاد داشته باشیم که ما هنوز گناهکار بودیم و هستیم و عیسی برای ما مردش. And we remember that it's through faith in Christ's sacrifice that we have received forgiveness
and can be counted as righteous. و به یاد داشته باشیم که فقط از طریق فدا شدن و جانفشانی عیسی بودش که برای ما جون خودش رو داد و فقط از این طریقه که ما میتونیم پارسه شمرده بشیم و گناهان ما بخشیده بشه. So let's think about these things as we share the bread and wine together now. همونطور که ما نان و شراب رو میخوریم به جا میاریم، پس بیان که به همین چیزی که امروز راجبش حرف زدیم فکر بکنیم. Amen. آمین. Thank you, Brother Paul. از برادر پول ممنونیم. Brother Paul has brought us very nicely to the bread and the wine. برادر پول خیلی قشنگ با صحبت‌های زیباشون ما رو سوق دادن به سمت مراسم نان و شراب. It's a very simple but very important part of our meeting. این بخشی بخش ساده ولی خیلی مهم از این جلسه امروز ما هستش. Those of us who are baptized into the saving name of the Lord Jesus should remember him in the bread and the wine. آنهایی از ما که در نام عیسی مسیح تعمید گرفتن میبایستی عیسی رو توی مراسم نان و شراب به جا بیارن و به یاد بیارن. The bread represents his body and the wine represents his poured out blood. نانی که ما میخوریم نشانه بدن او هستش و شرابی که مینوشیم نشانه خون ریخته شده او هستش. And I'd ask our brother Morteza, please, to offer thanks for the bread. و از برادر مرتضی میخوایم که دعای نان رو برای ما بخونن. سلام به همگی. دعا میکنیم برای برکت امروز. Hello everyone, let's pray. ای پدر ما که در آسمانی، از ازل تا ابد تو خدا بودی و هستی. Our lovely God, you are the only God from before and from and to the ever. نام تو مقدس بود. Holy is your name. ای پدر، تو ممنونیم که بار دیگه به ما این فرصت دادی تا با شکستن نان و خوردن آن یگان فرزند تو عیسی مسیح رو و فداکاری اون رو به یاد بیاریم. Our Father, we thank you for giving us another opportunity to eat bread to remember what your only Son has done for us. ای پدر، از تو میخوایم به این نان برکت بدی و به ما بیاموزی که مسیح چه کاری بود، چه فداکاری برای ما کرد. Our Father, we ask you please to bless this piece of bread and to help us remember what your only Son has done for us. از تو میخوایم که به هر چه جنگ و خونریزی و مریضی در دنیا هست پایان بدی. We ask you please to stop all difficulties and all difficult moments around the world. تمام این دعا رو در نام نامی یگان فرزندت عیسی مسیح هدیه میکنم. آمین. As always, we offer our prayers through your only son's name, Jesus. Amen.
I'd ask Arab for the rum and please to offer thanks for the wine. از بردر رامین میخوام که دعای شراب رو برای ما بخونن. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس بود. Our lovely Father in heaven, holy is your name. ای پدر سپاسگزاریم که یک بار دیگه تونستیم با صلح و آرامش جمع شیم و تو را پرستش کنیم. Our Father, we thank you for giving us another time to gather together and to worship you in peace. ای پدر ازت میخواییم که جنگ و خونریزی رو در تمام دنیا پایان بدی و صلح و آرامش رو برقرار کنی. Our Father, we ask you please to stop all wars around the world and to bring peace and love. ای پدر به ما کمک کن که در مسیر تو قدم برداریم و از مسیر تو خارج نشویم. Our Father, we ask you please to help us to follow you and not to drift away from you. ای پدر کلام خودت رو بر قلب و ذهن ما حک کن. Our Father, please make us able to remember all your words. ای پدر این شراب که نشانه خون سرور ما عیسی مسیح هست رو برکت بده. Our Father, please bless this cup of wine which represents your only son's blood. ای پدر یگان فرزندت عیسی مسیح رو هر چه زودتر به زمین برگردان که شاهد پادشاهیش باشی. Our Father, please send your only son back soon so we can witness your kingdom. این دعا و تمامی دعاها رو در نام عیسی مسیح به حضورت می آوریم با شکر و سپاس. آمین. We offer our prayers through your only son's name as always. Amen.
Thank you to everyone involved in that meeting. از همگی که توی این جلسه زحمت کشیدن قدردانی میکنیم. Our brother Daniel will close our meeting in a word of prayer. برادر دانیال دعای پایانی رو برای ما میخونه. And could I ask Daniel also to offer thanks for the food afterwards? و از برادر دانیال خواهش میکنیم که دعای سپاسگزاری برای غذا رو برای ما بخونه. ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس بود. Our lovely Father in heaven, holy is your name. از اینکه اجازه دادی یک بار دیگه دور هم جمع بشیم از تو ممنونیم. We thank you for giving us another time to gather together. بابت این نعمت و غذایی که برای ما فراهم کردی از تو ممنونیم. We thank you for giving us this food today. عزیزانمان رو در راه برگشت به خونه حفظ کن. Please look after all our dears in the way home. این دعا رو می‌خوایم در نام یگانه فرزند عیسی ناصری. We offer our prayers through your only son's name, Jesus. آمین. Amen.